نکاتی رو که خدمت شما عزیزانم میگم در یک زاویه دیگری با توجه به اینکه پیش از شروع برنامه هم عزیزان عده‌ای اشاره کرده بودن به اینکه یه سری مسائل قبل از ازدواج رو هم بگید به دلیل اینکه طیف وسیعی از بچه‌ها در اینجا مجردن و همراه با دوست دختر یا پسرشون اومدن یا با نامزدشون اومدن، نمیدونم، ولی امیدوارم که انشالله این نکاتی رو که عرض میکنم خدمتون در فایل آرشیو ذهنتون به خاطر بسپرید و اون چیزی که نیاز دارید رو بردارید، بقیهش رو بریزید بیرون. آنچه رو که فقط نیاز بهش دارید جذب کنید. اولین و مهمترین نکته‌ای که باید به شما عزیزانم عرض بکنم این است که هر رابطه ای به هر مقصدی، چه همراهی، چه همسفری، چه همکاری، چه همیاری، چه همسری، چه همسری، هر رابطه ای به هر مقصدی سه ویژگی اساسی باید داشته باشه. یک، به نفع تو باشه. دو، به ضرره هیچ کس نباشه. سه، مبتنی باشه بر واقعیت، نه خیال پرداز. این سه ویژگی اساسی هر رابطه است. نکته دومی که به خاطر بسپاریم این است که به خودتان قول بدهید که زمانی عاشق بشوید که آماده اید، نه زمانی که تنهایید. اگر کسی بر اساس احساس تنهایی رفت و عاشق شد، انواع خاکهای عالم تو سرش میاد. خیلی سریع میگم و رد میشم. سه، کسی که به خاطر تو دروغ گفته، کسی که به خاطر تو دروغ گفته قطعاً و حتماً به تو هم دروغ خواهد گفت. چهار، تا زمان عقد هیچ دختری حق ندارد دل ببندد. تا زمان عقد، تا روز عقد، تا روز گفتن بله، هیچ دختری اجازه نداره که عاشق بشه. هیچ دختری. چون اگر عاشق شد و در این مدت فضا و اوضاع تغییر کرد، این دختر دیگه به لحاظ روحی و جسمی از نگاه ما یه بیمار شناخته میشه. پنج، بهترین رابطه زمانی است که دو نفر عشقشان بیش از نیازشان به هم باشد. بهترین رابطه از نگاه ما زمانی است که دو نفر عشقشان به هم بیش از نیازشان به هم باشد. چند تا گفتیم؟ پنج تا ها؟ شش. اینو بدونید، دخترها همواره از دو نفر متنفرن. یکی از دوست دختر جدید دوست پسر سابقشون، یکی از دوست دختر سابق دوست پسر جدیدشون. گرفتی نرزمو؟ همیشه از این دو نفر متنفره. حالا ایتونستین بگینیش یه بار دیگه همین جمله رو؟ دوست دختر جدید دوست پسر سابقشون، دوست دختر سابق دوست پسر جدیدشون متنفر. هفتمین نکته که بسیار بسیار باید بهش توجه کنید این است که پسرها و دخترهای گلم،
این بعد از یک عمر تو لابلای پرونده ها برای ما به دست آمد. زیاد که باشی زیادی میشی، زیاد که باشی زیادی میشی، در هر مسئله ای، هر جا و با هر کسی. بحران خانواده ها مربوط به زیاد بودنه. ای کاش والدین یاد می گرفتن که زیاد نباشه. این به اندازه ده ها صحبت، ساعت صحبت جا داره که در موردش صحبت بشه. اعتدال، اعتدال کجاست که زیادی نشی؟ چون تمام خستگی ها مربوط به زیادی بودن یک چیزه. 8. دوست داشتن زیباترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است. از ابراز تملک بر همسر، بر خانه، بر همه چیز دست بردارید. 9. بنویسید اگر ازدواجی بدون عشق صورت بگیرد، به زودی در آن زندگی عشقی بدون ازدواج پیدا خواهد شد. اگر ازدواجی بدون عشق صورت بگیرد، به زودی در آن زندگی عشقی بدون ازدواج پیدا خواهد شد، بدون شک. بنویسید با برقراری، اینو به دخترای گلم میگم ها، تمام فاجعه ای که ما در این کشور داریم محصول همین داستانه. با برقراری رابطه جنسی پایداری احتمال ازدواج به شدت از بین می رود. با برقراری رابطه جنسی پایداری احتمال ازدواج به شدت از بین می رود.